پنجم جمادی الاول میلاد زینب کبرا پرچمدار کبیر رهایی و فروغ جاویدان حسینی الگوی تاریخی زن انقلابی مجاهد نامه رئیس و معاونان کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ویلز به دبیر کل ملل متحد درباره وضعیت لیبرتی ضرورت به رسمیت شناختن لیبرتی به عنوان کمپ پناهندگی و پایان دادن به محاصره ضد انسانی فراخوان‌های نمایندگان پارلمان عراق به لغو محاصره ضد انسانی لیبرتی محکومیت سرقت اموال اشرفی‌ها و ضرورت تضمین حقوق ساکنان لیبرتی آلمان کلن گزارشی از برگزاری مراسم 44مین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاه کل گزارش سیاسی سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به 8مین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی 22 اعدام جمعی و جنایتکارانه دیگر توسط دشخیمان خامنه‌ای در شیراز، بم و بندرعباس. فارن پالیسی، مقاله علی خضری دستیار 5 سفیر آمریکا در عراق درباره جنایت‌های شبه نظامیان رژیم در عراق. شبه نظامیان که تحت سلطه رژیم ایران هستند، اغلب همان تاکتیک‌های شیطانی داعش را به کار می‌گیرند. وزارت سرلشکر اشرف ریفی وزیر دادگستری لبنان در محکومیت مداخلات رژیم آخوندی پروژه رژیم ایران در منطقه مدت زیادی دوام نخواهد آورد یمن تظاهرات و مقاومت مردمی علیه کودتای شبه نظامیان مورد حمایت رژیم در شهرهای مختلف رژه نظامی قبائل شبه در حمایت از رئیس جمهور یمن سوریه هلاکت 300 تن و اسارت 100 تن از نظامیان اسد و عوامل رژیم آخوندی و حزب شیطان در نبردهای هفته گذشته در شمال حلب کنترل کامل شهرک‌های رتیان و هردتین توسط رزمندگان سوری و رسوایی مالی جکسترا حامی سینه‌چاک فاشیسم دینی حاکم بر ایران و تعلیق عضویت وی در حزب کارگر جک استرا از این که به دام افتادم تحقیر شدم فکر می کردم این جلسه خصوصی است پنجم جمادی الاول میلاد زینب کبرا پرچمدار کبیر رهایی و فروغ جاویدان حسینی الگوی تاریخی زن انقلابی مجاهد میلاد تو را همچون نشانهی بر سر جاده های تاریخ میگذاریم برای نسل هایی که روانند به سوی زندگی که در رهایی بشر بر زمین آغاز خواهد شد زینب دخت فاطمه و علی 6 سال بعد از هجرت در مدینه به دنیا آمد معنای نامش پاکیزگی و درخت خوشبو و خوشمنظر است و چه نام نیکی بر او گذاشتند چرا که همواره از درخت وجودش عطر رهایی می آید کودکی هایش در سالهای نبردهای پیامبر و علی برای گسترش پیام رهایی گذشت پیام توحید را در خانه یگانگی و یکتاپرستی از آغازگران توحید و انقلاب فرا گرفت در فرهنگ ارتجاع مجاز نیست که زنان به عنوان پیشتازان تفکر ورست و همچون آموزگاران دانش و خرد معرفی شوند بنابراین تاریخ کمتر از زینب گفته است و
و ملایان مرتجع کمتر از زینب به زبان می آورند که آن دختر علی و فاطمه خودش در سالهای بعد دانشمند و مفسر بزرگی شده بود که از او به عنوان بانوی خردمند و عقیله فرزندان هاشم نام می بردند. از عنفوان جوانی به آموزش زنان و دختران مجاهد در مدینه اشتغال داشت. به هنگام حاکمیت علی به کوفه رفت و در آنجا به پدر پیوست و در همه صحنه ها کمک کار علی بود. راستی گذران زندگی بزرگ بانوی همچون زینب کبیر در کوران سختی ها و عبور از آزمون ها و اطلاعات دوران پیامبر و حضرت علی و فاطمه برای چه بود؟ یکی برای اینکه روزی مسئولیت پرچمداری و رهبری و پرچم سرخ‌ترین حماسه را از دست پیامبر جاودان آزادی سیدالشهدا علیه السلام در ظهر عاشورا در بحبوحه خطیرترین، دردناکترین و ترسناکترین و خونین‌ترین و سهمگین‌ترین حادثه ها به دست بگیرند. دیگر اینکه امروز بشریت بالاترین الگوی تابناک و درخشانی چون زینب کبیر برای زن انقلابی داشته باشد، همون که در برابر دشخیم که سرخوی بریده را برای مرعوب کردنش ردیف کرده بود و می پرسید که بگو ببینم در مقابل خود چه می بینی؟ با صدای رسایی که تا جاودان تنین دارد گفت: به جز شکوه و زیبایی چیزی نمی بینم. سلام بر او در روزی که از فاطمه به دنیا آمد، سلام بر او در روزی که آگاهانه انتخاب کرد و در راه علی صراط مستقیم گام گذاشت، سلام بر او در روزی که از همسر و خانمان و زندگی در امن و امان در کنار فرزندان دست شست و با کاروان حسین روانه شد، در لحظه‌ای که پرچم را به دست گرفت و در روزی که ورق شقاوت‌های یزید را برگرداند. زنی که گشایشگر تاریخ زنانی شد که مجاهدت علیه ارتجاع تحت نام دین را برمی‌گزیند و در برابر شدیدترین آزمایش‌ها و مصیبت‌ها و بحران‌ها و کشاکش‌ها با وقار و اقتدار و صلابتی توصیف ناپذیر سکان رهبری و هدایت را به دست می گیرند و بن‌بست ها را در هم می شکنند. قانون وکلای انگلستان و ویلز. نامه رئیس و معاونان کمیته حقوق بشر قانون وکلا به دبیر کل ملل متحد درباره وضعیت لیبرتی. ضرورت به رسمیت شناختن لیبرتی به عنوان کمپ پناهندگی. پایان دادن به محاصره ضد انسانی. کرستی بریملوف با رتبه مشاورت ملکه رئیس کمیته حقوق بشر. سودان شوسواروپ و بلین نیگرالای معاونان رئیس کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ویلز. آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد، این نامه را به نمایندگی از کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ویلز به شما به عنوان دبیر کل ملل متحد می نویسیم تا نگرانی عمیقمان را درباره گزارش های حاکی از شرایط غیر انسانی متحمل شده توسط پناهندگان ایرانی مستقر در کمپ لیبرتی در عراق ابراز کنیم. دولت عراق
پیوسته از انجام تعهداتش مبنی بر احترام به انسان دوستی و حقوق بشر این پناهندگان و تامین امنیت و حفاظت آنها، چنانچه در یادداشت تفاهم امضا شده در 2011 با یونامی توافق شد، خودداری کرده است. در نتیجه پناهندگان هدف حملات متعددی قرار گرفتند. مقامات عراقی همچنین یک محاصره پزشکی بیرحمانه را بر کمپ لیبرتی اعمال می کنند و پناهندگان را از دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی منع می کنند. این اقدام ماده 14 پیمان بین المللی سازمان ملل در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که عراق در 1971 آن را پذیرفت نقض می کند. چنانچه شما می دانید، این موضوع موجب محکومیت از سوی سازمانهای پزشکی بین المللی شده که محاصره اعمال شده بر لیبرتی را به خطر انداختن جان پناهندگان می دانند. این باور وجود دارد که در نتیجه این محاصره پزشکی 23 نفر تا زمان نوشتن این نامه جان خود را از دست دادند. ما همچنین به بیانیه مکتوب شماره 587 سیوم ژانویه 2015 سند 13702 امضا شده توسط بسیاری از اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپا استناد می کنیم. کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ویلز حملات علیه پناهندگان اشرفی در کمپ لیبرتی را بارها محکوم کرده است. از جمله حملات توسط نیروهای امنیتی عراق و همچنین شبه نظامیان وابسته به نخست وزیر وقت مالکی. علاوه بر نگرانی از حمله و عدم دسترسی به مراقبت پزشکی، پناهندگان با شرایط به شدت ناگوار و دشوار اقتصادی نیز مواجه هستند. به رغم تضمین‌های سازمان ملل و آمریکا مبنی بر اینکه پناهندگان می‌توانند اموال منقول و غیر منقول خود را در کمپ اشرف به فروش برسانند، به آنها اجازه این کار داده نشده است و بدتر از آن، بسیاری از اموال و دارایی‌های آنها بدون هیچ حفاظتی از سوی دولت عراق توسط شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران غارت شده است. نظر به این وضعیت اسفناک، ما درخواست می‌کنیم که کمپ لیبرتی به عنوان یک کمپ پناهندگی تحت نظارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به رسمیت شناخته شود. خاطرنشان می‌کنیم که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همکنون این پناهندگان را افراد مورد نگرانی شناخته که سزاوار حفاظت هستند. ما همچنین سازمان ملل و جامعه بین المللی را فرا می‌خوانیم اقدامات ضروری و لازم را انجام دهند تا مطمئن شوند که دولت عراق به محاصره کمپ پایان بدهد و دسترسی نامحدود پناهندگان به خدمات پزشکی و حق آنها را برای فروش اموال و دارایی‌هایشان تضمین کند. فراخوان‌های نمایندگان پارلمان عراق، لغو محاصره ضد انسانی لیبرتی، محکومیت سرقت اموال اشرفی‌ها، ضرورت تضمین حقوق ساکنان لیبرتی. شماری از نمایندگان پارلمان عراق در موضع‌گیری‌های جداگانه به لغو محاصره ضد انسانی اشرفی‌ها در لیبرتی فراخوان دادند. طلال زوبعی رئیس کمیسیون سالمسازی پارلمان عراق از دولت عراق و طرف‌های زیربط خواستار برگرداندن اموال و دارایی‌های ساکنان لیبرتی شد. طلال زوبعی در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت اموال این پناهندگان ایرانی در کمپ اشرف تا همین الان توسط شبه نظامیانی که در اشرف مستقر هستند به غارت برده می شود. آنها قفل انبارهای محل نگهداری اموال را شکستند، اقدام به دزدیدن این اموال کردند و تعداد زیادی از خودروهای ساکنان و ژنراتورهای برق را نیز به سرقت بردند.
رئیس کمیسیون سالمسازی پارلمان عراق اضافه کرد این اقدامات برخلاف قوانین بین المللی و حقوق بشری است و دولت عراق با توجه به امضایی که در توافقنامه چهار جانبه با آمریکا، یونامی و نمایندگان ساکنان به امضا رسانده است، نسبت به حفاظت از این اموال و تأمین خسارت‌های وارد آمده مسئول است. طلال زوبایی همچنین گفت کمیسیون سالمسازی پارلمان عراق به سرقت بردن اموال کمپ اشرف را محکوم می‌کند و از دولت عراق می‌خواهد به این پرونده توجه کند و به حقوق پناهندگان ایرانی احترام بگذارد و مانع از سیاسی شدن این حقوق بشود. جمیل العبیدی نماینده مجلس عراق از فراکسیون الوطنیه به رهبری دکتر عیاد اللاوی نیز اعلام کرد اخباری که درباره ساکنان لیبرتی به ما میرسد نشان دهنده نقض فاحش قوانین انسان دوستانه علیه آنهاست. ممانعت از رسیدن مواد مورد نیاز زندگی مانند مواد غذایی، دارو، سوخت و همچنین تأخیر در دستیابی بیماران به بیمارستان در رأس این نقض قوانین است. این موضوع منجر به وخامت حال تعدادی از ساکنان و مرگ برخی دیگر شده است. نماینده مجلس عراق از فراکسیون الوطنیه همچنین گفت اعمال ضد انسانی علیه ساکنان لیبرتی مخالف همه عرف ها و قوانین است و هیچ دین آسمانی و هیچ قانون و عرف اخلاقی و انسانی اقدام به این اعمال ضد انسانی را علیه ساکنان لیبرتی نمیپذیرد. جمیل العبیدی نماینده پارلمان عراق تأکید کرد چگونه ممکن است این برخورد با انسانها را قبول کرد؟ چطور بیمار را از دارو محروم می کنند؟ چطور می توان تصور کرد که مریض از حق درمان محروم شود؟ چگونه آنها را از پایه‌ترین نیازمندی های انسانی محروم می کنند؟ شاخوان احمد عبدالله گزارشگر کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان از فراکسیون کردی در پارلمان عراق در یک موضع‌گیری مطبوعاتی محاصره ظالمانه ساکنان کمپ لیبرتی را محکوم کرد. او بر موضع استوار و اعلام شده خود مبنی بر محکومیت محاصره کمپ لیبرتی و لزوم برخورد انسانی و نه سیاسی با ساکنان کمپ تأکید کرد. گزارشگر کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق مسئولیت جان بیمارانی را که بر اثر محاصره پزشکی اعمار شده علیه آنها قربانی می شوند بر عهده دولت عراق دانست و دولت را به برداشتن هرچه سریعتر این محاصره از ساکنان فرا خواند. او ضمن تأکید بر حقوقی که این پناهندگان در عراق دارند خواستار تأمین برق برای لیبرتی شد. با سلام حضور شما هموطنان عزیز و بینندگان گرامی سیمای آزادی، خبرهای این ساعت را با گزارشی از مراسم 44مین سالگرد حماسه سیاه کل که در شهر کلن آلمان برگزار شده است ادامه می دهیم. خانم ها، آقایان، دوستان و رفقا خوش آمدید. مراسم 44مین سالگرد رستاخیز سیاه کل در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این برنامه حاضران در سخنرانی ها و پیام های خود و همچنین با ذکر خاطرات و خواندن اشعار یاد شهیدان حماسه سیاه کل را گرامی داشتند. در این مراسم همچنین پیام هایی از داخل ایران قرائت شد. تعدادی از فعالان سیاسی اجتماعی از گرایش‌های مختلف و شماری از اعضای شورای ملی مقاومت نیز در این برنامه حضور داشتند. توجه شما را به گزارشی از مراسم 44مین سالگرد رستاخیز سیاه کل جلب می‌کنیم. موسیقی
صحبت‌های خودم رو با درود به فدایی خلق که 44 سال پیش در جنگل‌های سیاهکل آتش افروختن، خانه را روشن کردن و جان سپردن و همچنین به همه جانباختگان راه آزادی به ویژه مبارزین و انقلابیون وطنمون ایران با نام و یاد و درود با اونها آغاز میکنم. به باور ما نخستین گام برای ساختن سوسیالیسم از پایین به بالا، سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری دولتی دموکراتیک، سکولار و مستقله. تنها در چنین شرایطی هست که ما میتونیم سوسیالیسم رو از پایین به بالا بسازیم. خب حالا شما میگین چگونه سرنگونی؟ برای سرنگونی چه راه حلی دارید؟ برای سرنگونی باید درسته اقداماتی، برنامه‌های عملی، واقعی و جدی داشته باشید. خب پاسخ ما به این اینه که برای این کار ما باید برای مهمترین و مبرمترین مطالبات جنبش انقلابی ایران پاسخ داشته باشیم. اون چیه؟ نه تنها سرنگونی جمهوری اسلامی با همه دستبندی‌های درونیشه، بلکه بسیج و سازماندهی یک آلترناتیو دموکراتیک و انقلابیه. خب برای همین پاسخ به این نیاز مبرم ما اومدیم و وارد شورای ملی مقاومت شدیم. هر گونه تحول دموکراتیک در سیاست و اقتصاد به نفع ماست، زیرا تنها در چنین شرایطی است که میدونیم سوسیالیسم رو همونطور که گفتم از پایین به بالا بسازیم. ما ملاک در انتخاب همپیمانان خودمونو ایدئولوژی و جهانبینی اونها نمیدونیم. اون چی که ما ملاک میدونیم، اون چی که برای ما اهمیت داره، برنامه های سیاسی و جهتگیری اجتماعی اونهاست. ما در شورای ملی مقاومت با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، انتقال قدرت به دست مردم از طریق مجلس تأسیس مجلس مؤسسان میدونیم. حالا برمیگردیم به این که میگن چرا نمیریم با سازمانهای چپ. خب اینا همه درست، ولی خب بریم با سازمانهای چپ. من میگم کدوم سازمان چپ؟ کدوم؟ شما پیدا کنید سازمانهای چپ رو که در یک اتحاد پایدار با همدیگه موندن. خب ما میریم، میگی خب بیاییم شما هم، ولی نموندن. از زمانی که تیشه به ریشه سازمان، چه از جانب اکثریت، چه از جریان گاپیلون، چه از درگیری صرافی پاریس و چه انشعابات ریز و درشتی که شد، به طوری که از اسم سازمان خلق و ایران و چریک رو برداشتن، از روی آرم سازمان نقشه ایران و اسلحه رو برداشتن. بدون رو در واسه بگم ما جریانی بودیم که از فرهنگ و تاریخ مبارزاتی فدایی خلق دفاع کردیم و ایستادیم. از همون مدعیان خودشون و دیگران رو به نحول‌بازی و تحقیر کار سیاسی و به تمسخر کردن روحیه انقلابی تشویق میکردن و از کار جدی و پیگیر خودشونو کنار میکشیدن، من عضو هیچ تشکیلاتی نیستم و این حرفا، ما به انسجام و کار تشکیلاتی خودمون میپرداختیم و حفظ ارزش‌های مبارزاتی.
در همون زبان از سوی دیگه در جنبش های چپ هم یک سردی و یا نوع سکونی هم پیش اومده بود در جنبش های انقلابی، ولی ما از پا ننشستیم و با برخوردی مصمم و سازش ناپذیر به کار خودمون ادامه دادیم و از اون فرهنگ و سنت دفاع کردیم. میگه شما از نام فدایی استفاده میکنید. نه، ما نام و یاد فدایی رو میداریم برای اینکه فدایی، سازمان چریکای فدایی خواهد، جنبش فدایی بخشی از تاریخ پر افتخار کشورمونه و میخواییم اونو زنده نگه داریم، میخواییم به نسل‌های آینده منتقلش بکنیم، وگرنه ما سازمان خودمونو داریم، برنامه های خودمونو میرسیم، کپی برداری نمی کنیم و تحلیل های روز خودمونو داریم و مسئولیتش هم خودمون به گردن میگیریم. در آخر سخنانم با یک فراخوان که در گزارش سیاسی قبلی شورای عالی سازمان منتشر شده بود که تقریبا بند آخر منشور سازمانم در بر میگیره به پایان میرسانم و اون میگه که ما از تمامی فعالان جنبش کمونیستی ایران که برای استقلال، آزادی، دموکراسی، صلح، سوسیالیسم مبارزه میکنند و از همه پیروان جنبش پیشتاز فدایی دعوت میکنیم که برای گسترش و تقویت نقش کمونیست‌های ایران در انقلاب دموکراتیک و ضد استبدادی مردم ایران متحد و متشکل شوند. منشور سازمان چریکای فدایی خلق ایران، پیشنهاد ما به همه کمونیست‌های ایران برای اتحاد و همبستگی است. مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر خامنه‌ای، زنده باد آزادی. از رفتنم باز مخانید، از گفتن نیز آری، تا همواره جهان، تا همواره جهان از پس یک خاموشی سرد دگر باره در کاسه صبر به تنگ آمدگان زمین می جوشد و از خشم سرریز می شود، این پیر نیست با دگر بارگان وقت جوان برمیخیزد در عزم ملتش. من رفیق روزهای سختم نه آسان، از رفتنم باز مخانید، از گفتن نیست آری، تا ناهمواری های جهان برجاست، انسان نیز برپاست، امروز نهر و فردا رود و پس این فردا دریا می شود، هیهات هیهات فروپاشی هیچ دیواری برای همیشه، توی دستان عالم را در چنبره زنجیر متلای قدرت و فریب به خواب نخواهد برد، چون این خواب خانه برباده بر این پیر شبخیز نیست، حرام باد حرام. من رفیق روزهای سختم ناسان، از رفتنم باز مخانید، از گفتن نیز آری، ستاره ها در آن بالا پر از نام و نشانه، آخه امشب تولد دوباره شانه، 19 بهمن روز سیاه کل، سیاهیش بر دل دشمن نشسته، دشمن تا دندان مسلح نخوابیده
هنوز نگاهش با ترس به آسمانه، به آسمان پر از ستاره، غافل از اینکه هر ستاره تا ابد زنده و جاودانه. آنها رفتن توی آسمان ها، ولی یارانشان روی زمینن. میگن کار زحمت کشان همیشه اینه، ستاره شدن و پتک آهنینه. دشمن تا دندان مسلح نخوابیده، هنوز نگاهش با ترس به آسمانه، تفنگش را زمین نگذاشته، اما لباسش قبایی تا روی زمینه. نگاه کن، نگاه کن به چنگ و دندانش که خون کارگر روی زمینه. تو که همرزم و هم درد مایی، تو که خودت کارگر و بیقبایی، بیا با هم بشیم تا ره بیابیم، دل هر دیکتاتور را به لرزه دراریم، سیاهی برکنیم، زنیم بر طبل شادی، سیاه کلی دیگر برآفرینیم، سیاه کلی دیگر برآفرینیم. تو میدم که بسید. مرسی از این که گوش دادید. یه پیام دیگه میخونم. برخی فعالان فدایی در تهران: بگذار بر زمین خود بایستم، بر خاکی از براده‌های الماس و رعشه درد. بگذار سرزمینم را زیر پای خود احساس کنم و صدای رویش خود را بشنوم. رپرپه تبرهای خون را در چیتگر و نعره ببرهای عاشق را در دلم. در 44 سال پیش عزم راسق و عشق به خلق و آزادی که چون شراره‌ای رهایی بخش در قلب های فدایی و راه سرخ فدایی جریان داشت، چرخ‌های بنیان برانداز انقلاب خلق در مسیر آزادی را جانی دوباره بخشید. انسان‌هایی که قلب‌هایشون سرشار از عشق به خلق و خشم از ستم و جور ظالمان و ایمان به برابری خواهی بود. شعله‌های خشم خلق با مشعل مردان دیلمان در تاریخ آزادی خواهی توده‌های دربند جاودانه شد. چریک‌هایی که از سیاهی زمان از جنگل دیلمان مسیری روشن ترسیم کردند و اینک ما نسلی هستیم سربرکشیده از اون ریکشه ها که از خاک برون جهیده ایم و با مشعلی فروزان پای در مسیری نهاده ایم که با خون سرخ فدایی ترسیم شده تا ایران را سراسر سیاه کل کنیم. پاینده باد فدایی، زنده باد سوسیالیسم، برافراشته باد پرچم سرخ سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، تهران. سپید دمان وقت هجرت است، این گونه بوده است هماره. هنگام کوچ سواران در زیر بارش یک ریز تیغ و دشنه و دشنام، با ضرب تازیانه دشمن قلب زمانه است که میگیرد. در وسعتی فراخ هنگام کوچ مرغکان مهاجر، آن مرغکان عاشق گویا خورشید تحقیر میشود. آری سپیده خونین آغاز صبح صادق مرغان عاشق است. آری سپیده دم فریاد میزند، چشم بناز خفته خود بکشا. پرواز مرغکان مهاجر را، آن معاشقان مسافر را، در قالب روشن چشمانت یک لحظه صبر کن. بنگر، بنگر چگونه مهر فروزان بنشسته بر کجاوه مواج موجها، با خون عاشقان به شفق رنگ میزنند. هنگامه که سپید دمان است، چشم بناز خفته خود بکشا. در هجوم تشنگی، در سوز خورشید تموز، پای در زنجیر خاک تشنه مینالد گون. روزها را میکنم پیمانه با آمد شدن. او که نیزاران لایلوش گوید در جواب چند و چند این تشنگی، خود را رها کن همچو ما،
پیش نه پای و جامی نوش و کوته کن سخن. بوته خشک گمن در پاسخش گوید خموش، پای در زنجیر خوشتر تا که دستن در لجن. پیش رودا ریجون در گلهارا، در پس خود بیران کن گلهارا. من شریک فداگیری خلقم، جان چون من هزاران فدای خلق. قرد خون باید روز من و تو، قاد خلق باشد قدوی خلق. هشتمین اجلاس شورای عالی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در بهمن ماه 1393 برگزار شد. در این اجلاس گزارش سیاسی سخنگوی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به اجلاس شورای عالی این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. به گزارشی در این باره توجه فرمایید. گزارش سخنگوی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به اجلاس شورای عالی که در 31 صفحه تنظیم شده، در سه محور کلی شامل مقدمه و مروری بر مواضع تاکنونی، چند تحول مهم طی دو سال گذشته و رویکردها و اهداف فوری ما به بررسی موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دو سال اخیر پرداخته است. در مقدمه و مرور مواضع تاکنون، گزارش به بررسی مواضع سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران از هفتمین اجلاس شورای عالی سازمان که در بهمن سال 1391 برگزار شده تا کنون در مورد مهمترین رویدادهای عمدتاً داخلی پرداخته است و من جمله آمده است: ما با توجه به واقعیت عینی جامعه ایران، انقلاب دموکراتیک را نخستین گام برای تحقق خواسته های عادلانه کارگران و مزدبگیران ایران می دانیم و در شرایط کنونی برای سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه و تحقق یک جمهوری مستقل، دموکراتیک و غیر دینی، انقلاب سیاسی دموکراتیک تلاش می‌کنیم. خواست اولیه و مقدم مردم ایران که همه شیفتگان آزادی در راه آن پیکار می‌کنند، سرنگونی رژیم ولایت فقیه و استقرار یک نظام دموکراتیک است. این خواست تنها توسط اراده آزاد و عزم مردم ایران و نیروهای ترقی‌خواه میسر است. با سرنگونی رژیم حاکم، مردم ایران می‌توانند در یک انتخابات آزاد بر اساس حق رأی همگانی به ایجاد مجلس مؤسسان اقدام کرده و یک قانون اساسی جدید را تدوین و تصویب کنند. گزارش در ادامه به بررسی چند تحول مهم طی دو سال گذشته پرداخته و این تحولات را در محورهای زیر مورد بررسی قرار داده است. 1. اولین عقب نشینی ولی فقیه، تن دادن به روحانی. 2.
مذاکرات اتمی، عقب نشینی با عنوان نرمش قهرمانانه. مواضع ما پیرامون پروژه اتمی رژیم. 3. بحران اقتصادی و زندگی فاجعه بار مردم، شامل هدر دادن درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام. نقدینگی به عنوان یکی از پارامترهای بحران اقتصادی در ایران، جمعیت و اشتغال، بالاترین میزان سوانح رانندگی، بیشترین واردات مایحتاج روزانه، تکاندهنده ترین آمار از سوانح کار، مقام اول در فرار مغزها در قعر جدول نابرابری جنسیتی. 4. فاجعه تخریب مواد حیاتی رشد و توسعه پایدار در پهنه‌های آب، خاک، آتش، انرژی، هوا که تیان به نابودی منابع آبی و تشدید بحران بی‌آبی در کشور، نابودی زمین‌های کشاورزی و مراتع و بهره‌برداری‌های بی‌رویه از جنگل‌ها و نابودی آن و فرسایش خاک در حاکمیت آخوندها، به هدر رفتن منابع عظیم گازی و فسیلی ایران و تشدید شدید هوا در کلان شهرهای ایران پرداخته شده است. در این گزارش در بخش مذاکرات اتمی و عقب نشینی با عنوان نرمش قهرمانانه من جمله آمده است: مهمترین مسئله روی میز حسن روحانی تحریم هاست و از آنجا که تحریم ها در پیوند با پروژه اتمی رژیم قرار دارد، سوال مهم این است که آیا این جریان در هماهنگی با غرب می تواند خامنه ای را مجبور به نوشیدن کامل جام زهر کند؟ خامنه ای که در ضعیفترین موقعیت قرار گرفته، اکنون به هیئت مذاکره کننده به میزانی برای نرمش قهرمانانه اختیار داده است. پروژه اتمی زیر نظر مستقیم خامنه ای و با شرکت فعال سپاه پاسداران پیش رفته و بنابراین برای امضای توافق جامع خامنه ای باید عقب نشینی کند. در ادامه این گزارش تحت عنوان مواضع ما پیرامون پروژه اتمی رژیم آمده است: خامنه ای میلیاردها دلار از ثروت مردم ایران را در راه پروژه ساخت سلاح هسته‌ای هزینه کرده و در ازای آن زندگی اکثریت مردم را به تباهی کشانده است. تا آنجا که به پروژه اتمی برمی‌گردد، هر عقب نشینی رژیم در پروژه اتمی به سود مردم خواهد بود. باید به هر نحو تلاش کرد تا این عقب نشینی ها به نقطه غیر قابل بازگشت برسد. بدیهی است که پس نشستن رژیم در پروژه اتمی برای مردم ایران هم یک فرصت فراهم می کند. گزارش سخنگوی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به 8th اجلاس شورای عالی این سازمان زیر عنوان رویکردها و اهداف فوری ما، ضمن بیان مواضع و برنامه‌های سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران برای آینده ایران، من جمله در زمینه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و حمایت از حقوق کارگران و زحمتکشان ایران و برابری زنان و مردان، سه پیوست با عناوین سوسیالیسم، آلترناتیو سرمایه‌داری، خواسته‌های فوری و پایه‌ای کارگران و مزدبگیران و پیدایش و صعود داعش را نیز زمینه این کرده است. در بخشی از پیوست شماره 3 درباره پیدایش و صعود داعش تحت عنوان داعش محصول اشغال و سرکوبی آمده است: در خلاصه ترین شکل میتوان داعش را محصول اشغال عراق، حکومت نوری مالکی و حمایت رژیم ایران از این حکومت سرکوبگر و بقای دیکتاتوری بشار اسد معرفی کرده. وجود افسران کارآزموده ارتش سابق عراق در جریان داعش و فساد بی حد ارتش مالکی، ارتش محصول اشغال و شرایط حاکم بر سوریه سبب تقویت جریان تروریستی و ارتجاعی داعش شد و این جریان که به خوبی از اوضاع درونی ارتش نوری مالکی خبر داشت، در فرصت مناسب و با استفاده از نارضایتی عمومی از مالکی، رژیم ایران و دولت آمریکا، یک ضربه غافلگیرانه به نیروهای نظامی مستقر در موصل وارد کرد و با از هم پاشیدن کامل ارتش مالکی به بخش‌های زیادی از عراق مسلط شد. در مقابل تهاجم و پیشروی داعش، یک ائتلاف جهانی زیر نظر آمریکا شکل گرفته
که با بمباران‌های زیاد برای نابودی داعش تلاش می‌کند. این ائتلاف و مهمتر از همه حکومت عراق فاقد برنامه روشن برای نابودی داعش است. داعش از طریق یک سیاست چند جانبه و به دست مردم عراق و سوریه مهار و نابود خواهد شد و برای این باید موارد زیر در گام اول اجرا شود: خلع ید از رژیم ایران در عراق و نه سازش و همکاری با آن در مبارزه با داعش، استقرار یک حکومت دموکراتیک و پلورالیستی در عراق و توقف سیاست سرکوبی در مورد نیروهای اجتماعی در عراق، حمایت از نیروهای پیشرو در مبارزه علیه دیکتاتوری بشار اسد به منظور سرنگونی این رژیم ستمگر، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین برای تشکیل دولت و کشور مستقل خود. بدون مقاومت و مبارزه مردم و بدون یک برنامه روشن متکی بر نیروی مردم، تلاش‌های جهانی به فرض آنکه خودغرضانه هم نباشد، راه به جایی نخواهد برد. پیروزی رزمندگان منطقه کوبانی علیه داعش درس مهمی در مبارزه علیه این جریان ارتجاعی و تروریستی را به ثبت رساند. متن کامل گزارش سیاسی سخنگوی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به اجلاس شورای عالی این سازمان در سایت‌های ایران نبرد و همبستگی ملی در دسترس علاقه‌مندان است. مدامه خبرها توجه فرمایید. دشمنان رژیم ضد بشری آخوندی در سه اعدام جمعی طی روزهای شنبه و یک شنبه 22 زندانی را در شهرهای شیراز، بم و بندرعباس اعدام کرد. در بندرعباس 10 تن، در شیراز 9 تن و در بم نیز 3 تن اعدام شدند. از شمار زندانیان اعدام شده در بندرعباس، 1 زندانی در میدان ماهی فروشان در ملأ عام به دار آویخته شد. علاوه بر این 22 زندانی، همچنین گفته می شود روز یک شنبه دشمنان خامنه‌ای 1 زندانی دیگر را در فلکی کوزه‌گر شیراز اعدام کردند. پاستور تقی مهری، رئیس پیشگیری نیروی سرکوبگر انتظامی، اعلام کرد برپایی تجمع برای برگزاری آیین چهارشنبه سوری ممنوع است و اجازه این کار داده نمی شود. وی که با خبرگزاری حکومتی ایسنا مصاحبه می کرد، وحشت رژیم آخوندی را از خیزش‌های جوانان در چهارشنبه سوری برملا کرد و گفت با توجه به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال، برنامه‌های خاصی برای پیشگیری از ورود مواد محترقه خطرناک در دستور کار داریم. با تحولات مربوط به مذاکرات اتمی اخبار این ساعت را ادامه می‌دهیم. چهارمین روز مذاکرات دو جانبه رژیم آخوندی و آمریکا در ژنو با حضور وزرای خارجه آمریکا و رژیم آخوندی برگزار شد. درباره نتایج مذاکرات خبری منتشر نشده است، اما عراقچی معاون وزیر خارجه رژیم پیش از آغاز دور چهارم مذاکرات گفته بود الان زمانی است که باید تصمیم گیری های سیاسی صورت گیرد. به همین دلیل ارتباطات سطح بالای مقامات دو طرف را ضروری تر کرده است. عراقچی همچنین گفت ما هنوز نمی توانیم از هیچ پیشرفتی صحبت کنیم. هنوز برای گفتن این حرف خیلی زود است. به تهدید کرد اگر یک طرف سعی کند با استفاده از روش‌های غیر مذاکراتی اراده خود را در مذاکرات تحمیل کند، ما هم حتماً ابایی از ترک میز مذاکره نخواهیم داشت. جواد ظریف وزیر خارجه رژیم روز گذشته گفت در حال حاضر به شرایطی در مذاکرات رسیده ایم که بحث‌های هسته‌ای نیاز به تصمیم‌گیری جدی در سطح عالی کشور دارد. وی گفت دولت آمریکا به تحریم‌ها به چشم سرمایه نگاه می‌کند و هدفش حفظ فشار بر ایران است. رهنمودهای خامنه‌ای درست خطی بود که ما همواره دنبال آن بودیم. ولایتی مشاور امور بین‌الملل خامنه‌ای نیز روز یکشنبه گفت اگر هدف از مذاکره که آمریکایی‌ها از آن دم می‌زنند این است که مسائل خارج از منافع و خواسته‌های نظام یا علیه منافعمان به ما تحمیل کنند، این امر هرگز محقق نخواهد شد. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس از شکل گیری توافق دو مرحله‌ای دو طرف خبر داد و نوشت
رژیم ایران و آمریکا در حال شکل دادن جزئیات یک توافق هستند که در ابتدا موجب متوقف شدن برنامه اتمی خواهد شد، ولی به رژیم ایران اجازه خواهد داد تا فعالیت‌های اتمی خود را در سال‌های آخر توافقنامه به کندی افزایش دهد. روز یکشنبه برخی از منابع خبری رژیم خبر دادند که آمریکا در مجموع پیشنهادهایی که به رژیم ایران ارائه داده، مدت اعمال محدودیت‌ها را 15 سال در نظر گرفته است. آخوند روحانی در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با فعالیت‌های مخفی رژیم در تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با عصبانیت گفت: مخفی کاری یعنی چه؟ ما که با دنیا صحبت کردیم. هر کدام بهانه‌ای آوردند. سرانجام خودمان وارد شدیم. این که می‌گویند نظام در غنی‌سازی مخفی کاری کرده است، دروغی بزرگ است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها و از جمله در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که رژیم ایران حاضر به همکاری با تحقیقات کارشناسان آژانس در زمینه فعالیت‌های نظامی اتمی‌اش نشده است. خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع برای رفع رجوع ابعاد قاچاق در حکومت آخوندی گفت: امروز فشار واردات کشور را دارد از پا در می‌آورد. بهانه‌های مختلفی هم وجود دارد، مثلا مسئله قاچاق. رقم‌هایی که این روزها می‌گویند رقم‌های عجیب و غریب گیج کننده 20 چند میلیارد قاچاق است. واقعاً سر انسان گیج می‌رود. یک مقام رژیم ماه گذشته اعلام کرد که ارزش کالاهای قاچاق شده در سال 92 بین 20 تا 25 میلیارد دلار بوده است که این میزان دو برابر بودجه عمران است. در سال 1390 احمدی نژاد رئیس جمهور رژیم گفته بود شماری از ارگانهای رژیم از طریق اسکله ها و مرزهای غیر قانونی کالا وارد می کنند. وی در این رابطه از عبارت برادران قاچاقچی استفاده کرده بود. سپاه پاسداران کنترل اسکله ها را بر عهده دارد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در ارتباط با اعتراف وزیر کشور روحانی به میزان سالانه قاچاق مواد مخدر در ایران به میزان 20 هزار تومان و صرف بخشی از آن در انتخابات رژیم اطلاعیه صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: همچنان که پیش از این مقاومت ایران بارها اعلام کرده است، سرنخ قاچاق مواد مخدر به سپاه پاسداران و شخص خامنه‌ای وصل است. سرکردگان رژیم آخوندی با توزیع گسترده مواد مخدر از 1.3 میلیون تن از مردم به ویژه جوانان را به این بلای خانمانسوز مبتلا کرده و آنها را از چرخه مؤثر حیات اجتماعی و سیاسی خارج می‌کنند. همچنین در پوشش مبارزه با مواد مخدر شیوه‌های مختلف سرکوب را گسترش داده و مخالفان سیاسی را زیر عنوان قاچاقچی اعدام می‌نمایند. از سوی دیگر با درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر در داخل و خارج ایران، هزینه‌های کلان صدور تروریسم و بنیادگرایی را تأمین می‌کنند. موسکین که رژیم آخوندی تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر میلیون‌ها دلار از اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد دریافت می‌کند، چیزی که تاکنون بارها مورد نکوهش سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. سران رژیم آخوندی علاوه بر صدور تروریسم و بنیادگرایی از طریق قاچاق گسترده مواد مخدر نیز عامل مرگ و نیستی و نابودی هر سو نسل در منطقه و جهان هستند. آنها با سوء استفاده از روابط تجاری با کشورهای دیگر، علاوه بر دور زدن تحریم‌ها و وارد کردن کالاهای ممنوعه، به صدور مواد مخدر نیز می‌پردازند. آنها باید از خانواده ملل ترد شوند و مورد تحریم‌های همه جانبه قرار گیرند. آخوند ابراهیم رئیسی دادستان کل ارتجاع از اختلاس 6500 میلیارد تومانی در سیستم بانکی رژیم خبر داد و از جمله گفت بانک‌ها به عنوان متولیان سیستم مالی کشور نسبت به پیگیری معوقات و سوء استفاده‌های بانکی اقدام نمی‌کنند. به عنوان نمونه سوء استفاده 6500 میلیارد تومانی در سیستم بانکی نشان دهنده عدم سلامت در اعطای تسهیلات بانکی است و در نتیجه آن هر روز شاهد بروز پرونده‌هایی در ارتباط با سوء استفاده‌های مالی از طریق سیستم بانکی هستیم.
خبرهای از عراق و منطقه اخبار را ادامه می دهیم. تلویزیون الحره عراق با اشاره به محکومیت سرکوب خبرنگاران عراقی توسط عفو بین الملل اعلام کرد شکایتی به قوه قضاییه علیه نفرات حفاظت فال فیاض مشاور امنیت ملی به دلیل تعدی به روزنامه‌نگاران ارائه شده است. دو قوه قانونگذاری و اجرای عراق تعدی به خبرنگاران و تجمع اعتراضی آنان را محکوم کردند و برخی نمایندگان تاکید کردند مجلس عراق در تلاش برای قانونگذاری برای حفاظت از روزنامه نگاران می باشد. الحره گفت اتحادیه خبرنگاران و دیدگان آزادی خبرنگاران عراقی قصد دارند علیه نفرات حفاظت فال فیاض شکایت کنند. این شکایت به دلیل تعدی این نفرات علیه شماری از خبرنگاران صورت می گیرد. حیدر ملا عضو دفتر سیاسی اتحاد نیروهای عراقی شامل فراکسیون‌های سنی در پارلمان عراق با صدور بیانیه ائتلاف بین‌المللی را به حمایت از وحدت و ثبات عراق و بازگرداندن نقش رهبری به آن در منطقه فراخواند و در عین حال به واشنگتن نسبت به اینکه عراق را قربانی سازش با رژیم ایران بکند هشدار داد. حیدر ملا با تاکید بر ضرورت عدم تکرار اشتباهات آمریکا که عراق را بعد از سال 2003 در سینه طلایی تقدیم رژیم ایران کرد که بر تمام منطقه تأثیر منفی گذاشت افسود ایجاد توازن در منطقه از عراق شروع می شود چرا که در همه زمینه ها منطقه‌ای استراتژیک است. یک گروه از هیئت سیاسی فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر در پی دیدار با عیاد علاوی معاون رئیس جمهور عراق از توافق در رابطه با تشکیل یک فراکسیون ملی در درون پارلمان عراق برای از بین بردن فرقه گرایی خبر داد. به گزارش تلویزیون الحره تحلیلگران سیاسی از این طرح ابراز خوشبینی کردند و نمایندگان جریان احرار گفتند این فراکسیون در مسیر آشتی ملی و نزدیک کردن دیدگاه‌ها و هدایت دولت در یک مسیر صحیح تلاش دارند. علی خضری دستیار 5 سفیر آمریکا در عراق و مشاور ارشد 3 رئیس فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا طی مقاله دخالت رژیم در عراق در نشریه فارن پالیسی را منعکس کرد و تاکید کرد شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران در عراق دست به خشونت و آدمکشی می‌زنند. وی از آمریکا به خاطر جلوگیری نکردن از جنایات رژیم در عراق انتقاد کرد. علی خضری نوشت شبه نظامیان در عراق که برخی از بدترین تجاوزات حقوق بشری در سطح کره خاک را انجام می‌دهند متحدانی هستند که در واقع مسحور دشمن استراتژیک ما یعنی رژیم ایران هستند و اغلب همان تاکتیک های شیطانی را به کار می گیرند که داعش به کار می بندد. علی خضری در مقالش در فارن پالیسی دوران مالکی را جمهوری وحشت نامید و با تشریح یک نمونه تکاندهنده از جنایات ضد بشری مزدوران مالکی و همچنین جنایت سایر مزدوران رژیم نظیر هادی آمری نوشت رهبران کنگره و کاخ سفید باید به صورت تهاجمی با شبه نظامیان شیعه و سنی و جاه طلبی های شیطانی منطقه‌ای رژیم ایران روبرو شوند. واشنگتن باید شروع به طراحی کند که چگونه جمهوری وحشت برپا شده توسط رژیم ایران و مالکی را به عقب براند. به گزارش تلویزیون الجزیره اپوزیسیون سوریه در حلب اعلام کرد عملیات خود علیه نیروهای اسد را در شمال حلب شدت بخشیده است. اتاق عملیات آزادسازی حلب اعلام کرد رزمندگان سوری در نبردهای هفته گذشته در شمال حلب بیش از 300 تن از نیروهای اسد و حزب الشیطان و شبه نظامیان انظامی از ایران را به هلاکت رساندند و بیش از 100 تن دیگر را اسیر کردند. و مجتمع الملا و مزارع اطراف آن و شهرک‌های رتیان و هردتین به طور کامل به کنترل رزمندگان سوری درآمدند. گزارشگر الجزیره از حلب گفت رزمندگان سوری حمله نظامیان اسد به شمال حلب را بر سر آنها خراب کردند و در یک حمله وسیع با بکارگیری انواع سلاح‌های سبک و سنگین تمامی مناطق تصرف شده توسط نیروهای اسد را پس گرفتند. به گزارش تلویزیون الجزیره با بهتر شدن وضعیت جوی در سوریه هواپیماهای جنگی رژیم اسد به حملات خود به شهرها و مناطق مسکونی شدت بخشیدند و شهرهای زبدانی، دوما، دیرالاسافیر و چندین منطقه دیگر در حومه دمشق را با بشکه‌های انفجاری هدف قرار دادند.
شهرها و مناطق مسکونی در استانهای درعا، ادلب، قنیطره و حلب نیز به شدت بمباران شدند. بر اثر این حملات ده ها تن از شهروندان سوری کشته و زخمی شدند. سرلشکر اشرف ریفی وزیر دادگستری لبنان در مصاحبه با روزنامه الرأی گفت لبنان هرگز جزی از پروژه رژیم ایران در منطقه نخواهد بود. وزیر دادگستری لبنان تاکید کرد ترور رفیق حریری با توافق مشترک رژیم‌های ایران و سوریه صورت گرفت و هدف از عملیات ترور رفیق حریری برداشتن مانع از مقابل پروژه توسعه طلبانه رژیم ایران در منطقه عربی بود. پروژه رژیم ایران در منطقه مدت زیادی دوام نخواهد آورد، زیرا رژیم ایران تا کنون نتوانسته است هیچ میدانی را توسط سپاه پاسداران و سپاه قدس به سود خود تعیین تکلیف کند. اشرف ریفی افسود امکان ندارد که لبنان به کمک حاکم ستمگری مانند بشار اسد برود و در خدمت طرح محکوم به شکست رژیم ایران در بیاید. جنایت‌های بشار اسد کمتر از داعش نیست و هر دوی آنها دروی یک سکه هستند. حزب الله با ورود به جنگ در سوریه یک خطای استراتژیک مرتکب شد و از آن پشیمان خواهد شد. دکتر محمد درغام رهبر جنبش المرابطون لبنان در مصاحبه با سیمای آزادی در رابطه با دخالت‌های رژیم در کشورهای خاورمیانه و حمایت آشکار آن از دیکتاتور سوریه تاکید کرد این دخالت‌ها نشانه ضعف رژیم است و رژیم ولایت فقیه سرنگون شدن بشار اسد را آغاز پایان خود می‌داند. وی گفت نحن نعلم ان نظام الملالي قائم على نظريه واحده وهي تصدير الثوره الاسلاميه. هو يقول انها اسلاميه ولكن هو تصدير التشيع وفق نظريه ولايه الفقيه. رژیم آخوندی بر پایه تئوری صدور انقلاب اسلامی بنا شده. این رژیم میگوید اسلامی ولی مقصود آن تئوری ولایت فقیه است. این رژیم از همان آغاز شروع به دخالت در امور کشورهای عرب کرد. التورط له درجات. الدرجه الاولى هي كانت بروباغندا. الدرجه الثانيه كانت هي تثبيت نفوذ مثل قيام انشاء منظمات مثل حزب الله. الدرجه الثالثه في التورط اصبحت حمايه نظام. این دخالت ها دارای درجاتی است. در درجه اول تبلیغات سیاسی، در درجه دوم تثبیت نفوذ خود مانند ایجاد سازمان هایی مثل حزب الله، در درجه سوم حمایت از رژیم های دیکتاتور. ولی اکنون چهارمین و آخرین درجه از دخالت های رژیم عبارت از این است که این رژیم به نقطه ای رسیده که سرنگون شدن رژیم بشار اسد به مثابه آغاز پایان رژیم ولایت فقیه است. ولكن الان الدرجه الرابعه والاخيره من التورط وهي ان هذا النظام بات يدرك ان سقوط نظام بشار الاسد هو بدايه انهاء نظام ولايه الفقيه، فلذلك انه متورط بهذا الدافع لكي يغطي عن ما يجري في الداخل الايراني، وايضا لانه يشعر ان سقوط نظام الدكتاتور بشار الاسد هو بدايه النهايه لسقوط نظام ولايه الفقيه. بنابراین این رژیم میخواهد با این دخالت‌ها بر آنچه در داخل ایران در جریان است سرپوش بگذارد. هدف رژیم ایران ساخت جامعه ایران و پاسخگویی به خواسته های مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و رفاه اقتصادی نیست. دخالت در خارج ایران اساس فعالیت های رژیم شده است و همه امکانات را برای این هدف به خدمت گرفته است. دخالت رژیم آخوندها برای حمایت از رژیم اسد نشانه ضعف این رژیم است، چون مردم ایران به سطوح آمده اند و ما شاهد تحرک زندانیان و اعتراض آنها و جنبش های زیادی در بین مردم هستیم. مقاومت ایران فعالیت های بسیار گسترده ای دارد و به طور مستمر به رژیم حاکم فشار وارد کرده و آن را به سطوح آورده است. اما در رابطه با دخالت های رژیم در خارج، آنها می دانند که سقوط بشار اسد آغاز پایان رژیم ولایت فقیه است و این حقیقتی است انکار ناپذیر. و نحن نعرف ان هناك نشاط قوي للمقاومه الوطنيه الايرانيه وهو يضغط على النظام ويزعجه، وكما في الخارج تورط النظام انه يعتبر ان سقوط بشار يعتبر بدايه نهايه نظام ولايه الفقيه.
عبدربه منصور هادی انجام مسئولیت‌هایش در موضع رئیس جمهور یمن را از سر گرفت و در شهر عدن در جنوب کشور با استانهای مخالف کودتاگران حوثی و فرماندهان نظامی و امنیتی ایالت‌های جنوبی این کشور ملاقات کرد. به تأکید کرد به عنوان رئیس جمهور قانونی یمن به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه خواهد داد. بارز معذرت. استاندار عدن بعد از ملاقات با عبدربه منصور هادی گفت رئیس جمهور یمن دعوت خواهد کرد که دولت خالد البها در عدن تشکیل جلسه دهد و تا آزاد شدن رئیس دولت از اسارت وزرای او در این جلسات شرکت کنند. از سوی دیگر شهرهای تعز، اب و شبوه در مخالفت با کودتاگران حوثی و حمایت از رئیس جمهور مشروع این کشور عبدربه منصور هادی دست به تظاهرات زدند و قبایل شبوه در یک رژه نظامی در حمایت از رئیس جمهور این کشور آمادگی خود را برای دفاع از این استان در مقابل حملات شبه نظامیان حوثی اعلام کردند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در کنفرانس مکه علیه تروریسم گفت تروریسم تهدیدی برای ملت‌های مسلمان و کل جهان است. تروریسم بلایی است که محصول ایدئولوژی افراط‌گرایی است. شیخ احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر نیز با شرکت در کنفرانس مکه گروه‌های تروریستی را محکوم کرد و خواستار اتحاد مسلمانان در برابر برداشت غلط و تحریف تاریخی قرآن و اسلام شد. این کنفرانس که بر اسلام و مبارزه با تروریسم تمرکز داشت با شرکت علما و متفکران از سراسر کشورهای اسلامی برگزار شده است. به دنبال انتشار نتایج تحقیقات مقامات استرالیا درباره واقعه گروگانگیری 25 آذر ماه امسال، مقامات این کشور در صدد ایجاد تغییراتی در قوانین قضایی و امنیتی کشور در جهت سختگیری بیشتر در اعطای امتیاز شهروندی به مهاجران هستند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که سیستم امنیتی از عمل به وظیفه خود ناتوان بوده است. او گفت که ایجاد تغییر در سیستم قضایی استرالیا و سازوکار مهاجرت به این کشور را بررسی خواهد کرد. به دنبال افشای رسوایی مالی جک استرا، وزیر خارجه پیشین انگلستان، عضویت وی از حزب کارگر به حالت تعلیق درآمد. در یک تحقیق که توسط دیلی تلگراف و کانال 4 تلویزیون انگلستان صورت گرفت، یک روزنامه‌نگار در نقش نماینده یک کمپانی جعلی چینی با جک استرا گفتگو کرده و با آنان بر سر نرخ همکاری اقتصادی بحث کرد. جک استرا اعلام کرد برای هر روز فعالیت حداقل 5000 پوند مطالبه خواهند کرد. در یکی از جلسات استرا توضیح داد که چگونه برای تغییر قوانین اتحادیه اروپا به نفع یک شرکت استفاده کرده و در ازای آن 60000 پوند دریافت کرده است. مطابق قوانین انگلستان، نمایندگان پارلمان نبایستی از روابط پارلمانی برای منافع شخصی استفاده کنند. همین موضوع برای بررسی به کمیسیون تحقیق پارلمان ارائه شد. جک استرا از حامیان سینه‌چاک رژیم آخوندی است و اخیراً نیز با مقامات رژیم در تهران ملاقات داشته است. بینندگان گرامی، به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. به آگاهی شما می‌رسانیم که بعد از همین مجموعه خبری، ویژه برنامه‌ای در گرامی داشته زنده یاد آندرانیک آساتوریان، آهنگساز بزرگ و هنرمند فقید مردم و مقاومت ایران پخش خواهد شد. خدا نگهدار همه شما. آقا آش ولایت بدجوری سر رفته، یعنی کار از سوت و این حرفا گذشته، الان دیگه طوری شده که
باندای نظام جای گاز گرفتن پاچه هم دیگه تبر به دست گرفتن و افتادن به جون رگ و ریشه نظامشون. ببینید این وزیر کشور کابینه شخفری چه پتهی داره میرزه رو آب، تازه یکی یکی هم میخواد بگه. من یکی یکی اینا رو میگم. به 10,000 میلیارد تومان کف گردش نقدینگی مواد مخدر در کشوره با کالا من عرض کردم 20,000 تا. خب آره دیگه، وقتی کفش 10,000 میلیارده دیگه سقفشو خودتون حساب کنید. تازه این سوای خرج منقل و بافور علی گداست، اگه اونم حساب کنی که سر به فلک میزنه. خب حالا بریم ببینیم این پول خرج چی میشه. من عرض کردم وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار میگیره، میتونه در حوزه های سیاست دخالت بکنه، میتونه در انتخابات دخالت کنه، میتونه در خرید و فروش آرا دخالت کنه، میتونه در اداره نشریات دخالت کنه، میتونه در همه مسائل. پول کثیفه به دنبال حفظ خودشه. اینطوریه؟ یعنی پول کثیف همینجوری بال در میاره واسه خودش میره تو انتخابات و سیاست و نشریات و این حرفا؟ خب چرا بقیهش نمیگی؟ اون کدوم جیبیه که پولای مواد مخدر سرازیر میشه توش؟ اون کیه که این پولا رو میبره اون جاهای خاص؟ خب وقتی تو کامل نمیگی، اون ورق پاره های باندت مجبورن اینجوری آدرس بدن. اگر سخنان روز گذشته وزیر کشور درست باشد و بخشی از پول قاچاق وارد چرخه انتخابات شود، آیا می توان نماینده ای را پیدا کرد که از قاچاقچیان کمک گرفته باشد اما در برابر خواسته های آنان که هیچ نسبتی با قانون ندارد بایستد؟ این هشدار وزیر کشور البته مخاطبان دیگری هم دارد که در جایگاه حساس تری قرار دارند. از همین رو نماینده ای مانند حمید رسایی به راحتی می تواند بگوید که پول گرفتن در زمان انتخابات امری عادی است. گویی عادی بودن این موضوع مدرک لازم برای مشروع بودن آن نیز هست. پس تا اینجای کار معلوم شد که کوس چیا میخوان وسط این دعوا و مرافع باندی مهرهای باند ولایت رو یکی یکی دراز کنن. البته این قضیه خیلی بیخطرتر از این حرف هاست. با عمام پرونی شیخچی مثل رسایی شروع میشه و تا اسکله های برادران قاچاقچی میره جلو. ما شاهدیم که به هر حال حوزه های نظامی توی مباحث اقتصادی هستند. ما باید قطعا همینطور که اشاره میکردن قدرت و ثروت باید بیاد سر جای خودش. ما داریم اسکله هایی که تحت نظارت دولت نیست. این اسکله ها در واقع باید تحت نظارت بره. توی ماجرا ما در واقع مافیاهایی داریم، ساختارهایی داریم که دارن در واقع فساد رو به شکلی سیستماتیک تولید میکنن. اینها هم زور توی در واقع نهاد قانونگذاری دارن، هم توی دولت دارن، هم توی نهاد نظارتی دارن، هم توی بعدش دارن، قبلش دارن و رسانه. مافیا و نهاد و ساختار و این حرفا کدومه؟ خب جای این همه رود درازی یک کلمه بگو سپاه پاسداران و بیت ولایت و کاخ ریاست جمهوری و خلاصمون کن دیگه. لاکردار حکومت نیست که، انبار فساده. هر جای این نظام ولایی که دست بزنی بوی گندش عالمو بر میداره. از نوک پا تا فرق عمامه این آخوندهای حکومتی فاسده. دل واپس و دل آرام هم نداره. واسه همینه که باید همشونو اجماعاً فرستاد تو خاک رو به.